درود به یکایک که شما دوستان خوب و گل عزیزم در سر تا سر این کره آبی و خاکی زیبا. مهرزاد هستم. دوستان عزیزم، با یک کار دیگه و یه اثر دیگه از مجموعه فرازمینی ها دقایقی در خدمتون هستم. اگه موافق باشید با هم دیگه به اتفاق بپردازیم به موضوع بسیار جالب و حتماً مورد علاقه امروز شما. دوستان عزیز، اگر خاطرتون باشه که مطمئنم حتما خاطرتون هست، مخصوصا دوستان قدیمی شبکه، در حدود 2 سال پیش ما یک مجموعه ای آغاز کردیم به نام گفتگو با یک بیگانه یا ماتیلدا. این مجموعه در 21 قسمت و در مدت 2 سال برای شما دوستان عزیزم تهیه و تولید شد. بسیار شاد و مسرور و خوشحال هستم که به اطلاعتون برسونم این 21 قسمت از پربیننده ترین ساخته های من تا به امروز بوده. واقعا این مجموعه بسیار مورد توجه شما دوستان عزیزم قرار گرفت و من هم بابت این قضیه در ابتدا از خداوند بزرگ تشکر میکنم و سپس از شما دوستان نازنینم که در طول 2 سال پخش این مجموعه منو همراهی و یاری کردید. چنانچه خاطرتون باشه دوستان عزیزم، در قسمت 21 یعنی در قسمت پایانی این مجموعه، من به شما یک قولی دادم. در اون قسمت من به شما قول دادم که کل این مجموعه رو در 4 یا 5 قسمت مجدداً برای شما دوستان عزیزم تهیه و آماده کنم. خب فکر کنم زمان اجرای تعهد و قول من رسیده. به همین دلیل من به قول خودم عمل میکنم و این مجموعه رو که تا به این حد مورد توجه و عنایت شما دوستان عزیزم قرار گرفته، یک بار دیگه مجدداً با تدوینی جدیدتر و کیفیت صدایی بهتر برای شما در طی 4 تا 5 قسمت 1 ساعته آماده میکنم. بیشتر از این مصد اوقات دقایق شما دوستان عزیز و نازنینم نمیشم و از شما دوستان عزیزم دعوت میکنم که با هم به تماشای قسمت نخست گفتگو با یک بیگانه یا ماتیلدا بنشینیم. دوستدار یکایک شما، خدمتگزار همیشگی شما، مهرزاد. نمیدونم از کجا باید شروع کنم، ولی بهترین راهی که میتونم این کار امروز به شما معرفی کنم اینه که شما رو بازگشت بدم به 2-3 ماه قبل و مجموعه کاری که من با عنوان گزارشات حقوق محرمانه سازمان CIA به مرحوم جناب آقای رونالد ریگان رئیس جمهور اسبق ایالات متحده آمریکا بود ارجاع بدم. اگر اون سری برنامه های ساخته من دیده باشید متوجه شدید که در اون سری از گزارشات به واقعی رازول و سقوط 2 بشقاب پرنده اشاره شد. در اون گزارش سازمان CIA به مرحوم رونالد ریگان توضیح میداد که بعد از اینکه بقایای این سفینه ها رو جمع کردن متوجه شدند که در داخل این 2 بشقاب پرنده در یکی از اونها یک موجود فرازمینی به طور زنده تونسته که از این حادثه جون سالم به در ببره و بعد اونو انتقالش دادن به پایگاه هوایی رازول در نیو مکزیکو. در اونجا بودش که این موجود فرازمینی تونستش به وسیله تلپاتی با یک خانوم ارتباط برقرار کنه. نام این بانویی که توانسته بود با این موجود فرازمینی ارتباط تلپاتی و ارتباط ذهنی برقرار کنه
خانومی بود به نام ماتیلدا او دانل مکروی، یه همچین نامی که به نام ماتیلدا و پرونده ماجرای ماتیلدا این گزارش شهرت پیدا کرده. چندین سال پیش بود که این خانم تصمیم گرفت مجموعه گزارشات خودش رو سرانجام بعد از اینکه دولت آمریکا پرده از حادثه رازول برداشت، این خانم هم تصمیم گرفت ارتباطات خودش رو با اون موجود فرازمینی تبدیل به یک کتاب بکنه که نام این کتاب هم هست ملاقات با یک موجود فرازمینی یا مصاحبه با یک بیگانه، یکی همچین نامی داره، Interview with the Alien. ایشون با یک ویراستار، یک نویسنده به نام آقای لارنس آر اسپنسر تماس گرفت و مجموعه گزارشات خودش رو تقدیم ایشون کرد. آقای لارنس آر اسپنسر هم مجموعه تمام این دست‌نوشته‌ها رو تبدیل به یک کتاب کرد که در نوع خودش بسیار محبوب و معروف شد و در ایران هم ترجمه شد. مجموعه اینا رو من براتون تصمیم گرفتم در چند قسمت آماده کنم که اگر موافق باشید با هم قسمت نخست و قسمت آغازین این کار رو میبینیم. چنانچه مایل بودید این سری کارها ادامه پیدا کنه، لطفاً در پایان ویدیو با پاسخ بله یا خیر منو راهنمایی کنید که آیا مایل هستین من ادامه این کار رو تولید کنم یا خیر. یکایی که شما عزیزانم رو دوست دارم، میبوسمتون و برایتون دلی شاد و پر از عشق آرزو میکنم. موفق باشید. دوستدار شما مهرزاد. در جولای 1947 در نیو مکزیکو یک سفینه فضایی بشقاب پرنده سقوط کرد. من در اون زمان نرس پرواز در گروهان بمباران 509 نیرو هوایی بودم. از من خواسته شد به صورت اضطراری یک خلبان وسیله نقلیه سقوط کرده رو معاینه کنم. زمانی که من با این خلبان روبرو شدم، دیدم که او با انسانها فرق داره. هیچکس قادر به ایجاد ارتباط با او نیست. وقتی خواستم او رو معاینه کنم، متوجه شدم او با تصاویر مغزی یا افکار تلپاتی با من ارتباط برقرار کرده. من فوراً این مطلب رو به موافق خودم آقای کایت اطلاع دادم. او بعد مذاکره با مسئولین به من دستور داد که همراه موجود فرازمینی به پایگاه برگردم. لازم به ذکر که در اون موقعیت من تنها زن موجود و تنها فرد غیر مسلح در اون محل بودم. امکان داره به همین دلیل موجود فرازمینی منو برای ارتباط انتخاب کرده باشه. از هفت جولای تا آگوست 1947 که موجود فرازمینی کالبد خود را ترک کرد، من مأمور بودم در معاینات پزشکی و بازدید مسئولین همیشه همراه این فرازمینی باشم. در ضمن سطح دسترسی امنیتی من و حقوق من برای این کار در خارج از برنامه معمول ارتقا پیدا کرد. سوال‌های گوناگونی از طرف ارتش و دیگر افراد مرتبط به من داده شد که از فرازمینی سوال کنم. نام او EBE بود. او برای ارتباط از تلپاتی استفاده می‌کرد که در ابتدا برای من نامفهوم بود. یعنی فقط تصاویر و احساسات را به من منتقل می‌کرد. ولی بعد که اقدام به یادگیری سریع زبان انگلیسی کرد، قادر شد با تلپاتی نمادها و کلمات رو هم به ذهن من منتقل کنه. EBE در حال حاضر در پایگاهی واقع در کمربندی آستروئید در منظومه شمسی به عنوان مهندس، خلبان، افسر در خدمت دنیای مرکزیه. او دارای کالبدی نحیف به طول حدود 1 متر و سری بزرگ با چشمان بسیار بزرگ بود. حس کردم روی چشهاش لنز داره. توانایی دیدن طیف کامل نور و امواج مغناطیسی رو داره. او در هر دست 3 انگشت و در هر پا 3 انگشت داشت. بدن او نیاز به اکسیژن، آب یا هر نوع مواد غذایی خارجی نداشت. با انرژی داخلی خود کار میکرد. من گفت که کالبد او یک ربات مکانیکی نیست، بلکه مستقیماً به وسیله روح او به حرکت در میاد. به هر حال به نظر من بدن او بیولوژیکی نمود و نمیتوان اون رو زنده و دارای سلول نامید.
اون هم با پوستی نرم به رنگ خاکستری که نسبت به گرما و فشار اتمسفر قابلیت ارتجاعی داشت. اندامی بسیار ضعیف که هیچ حالت عضلانی نداشتند. البته چون در فضا جاذبه صفره، لذا برای حرکات مختلف صرف مقدار کمی انرژی کافیه. از شب قبل از شروع مصاحبه 12 مرد شروع به آماده کردن محیط اتاق مصاحبه کردند. نصب چراغ‌ها، دوربین، میکروفون، ضبط صوت، یک دستگاه ماشین تون‌نویسی و چند ماشین تحریر. روز موعود تیمی مشتمل بر مترجمین زبان‌های خارجی، متخصص کشف رمز کدها، دکترهایی با تخصص‌های متفاوت و یک پروفسور روانشناس برای راهنمایی من در مورد نحوه مطرح کردن سوال و روند مصاحبه حضور پیدا کردن. من می دونستم که هیچ تبحری در ترجمه ندارم، ولی تنها کسی بودم که افکار این موجود فرازمینی رو حس می کردم. سوالها به من داده شد و یک افسر اطلاعاتی با دستگاه تون‌نویس در کنار من قرار گرفت. فوق سری دستنویس رسمی نیرو هوایی آمریکا، پایگاه رازول، گروهان بمب 509، مورخ 7/9/1947. آیا شما زخمی شده ای؟ خیر. چه کمک پزشکی شما نیاز دارین؟ آیا نیاز به آب، غذا یا نوع دیگر تغذیه هم داری؟ خیر. آیا شما نیاز به شرایط محیطی مخصوص داری، از قبیل حرارت هوا یا فشار هوا یا وجود مواد شیمیایی و یا تهویه و دفع گازهای زاید؟ نه، جنس من بیولوژیکی نیست. آیا بدن یا سفینه فضایی شما ممکن است حامل میکروب یا آلودگی باشه که به انسانها یا دیگر موجودات کره زمین آسیب برسونه؟ فضا عاری از هر گونه میکروب است. آیا دولت شما میدونه که شما اینجا هستین؟ در حال حاضر خیر. آیا دیگر هم نوعان شما برای یافتن شما خواهند آمد؟ بله. سلاح‌های مردم شما چه توانایی دارد؟ بسیار مخربند. متوجه نشدم جنس و یا نوع اسلحه اونها چیست، ولی حس کردم قصد بدی ندارن. چرا سفینه شما سقوط کرد؟ ساختار تخلیه الکتریکی رعد و برق در آسمان باعث شد کنترل سفینه از دست برود. سفینه شما به چه دلیل در این منطقه حضور داشت؟ ابرهای سوخته، تشعشعات رادیواکتیو، انفجار. سفینه شما چگونه پرواز میکنه؟ از طریق ذهن کنترل میشود. به دستوراتی که با اراده داده میشود عمل میکنه. ذهن و اراده تنها کلمات انگلیسی بودن که من میتونستم فکر کنم و بتونم اون رو معنی بکنم، ولی حس کردم که سفینه اونها مستقیم از اراده اونها دستور میگیره، کنترل میشه. مردم شما چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار میکنن؟ از طریق ذهن. آیا شما زبان نوشتاری یا تصویری هم داری؟ بله. شما از کدام سیاره آمده ای؟ از خانه، محل تولد، دنیای مرکزی.
از اونجا که من ستاره شناس نیستم، راهی بلد نیستم که بتونم شرایط ستاره ها و کهکشان ها و موقعیت اونها رو تو فضا تصور کنم و موقعیت اون مکان رو نشون بدم، تصویری که من در مغز خودم دریافت کردم سیاره‌ای بود در میان کهکشان‌های عظیم که او خانه، محل تولد، دنیای مرکزی نامید. من میتونم به سادگی اون رو قلم رو بگم. به هر حال من مطمئنم که اون تنها یک کره یا منظومه ستاره‌ای یا خوشه‌ای از ستارگان نبود، بلکه شامل چندین کهکشان میشد. آیا امکان داره دولت شما نماینده ای برای ملاقات با رهبر ما بفرسته؟ خیر. شما از اومدن به زمین چه هدفی دارین؟ حفظ و حفاظت از مالکیت جهان مرکزی. در مورد دولت و تجهیزات ارتشی کره زمین چی دیدین؟ پست، کوچک، از بین برنده کره زمین. چرا مردم شما در مورد مردم کره زمین شما را آگاه نکردند؟ تماشا کردن بدون تماس، مراقبت بدون تماس. در ذهن من متوسل شد که اونها اجازه تماس با مردم زمین رو ندارن و فقط از ما مراقبت میکنن. آیا مردم شما در گذشته از زمین دیدار کردن؟ در زمانهای مختلف به طور مکرر مشاهدات داشتن. از کی شما زمین را میشناسیم؟ از زمانهای دور، قبل از وجود انسان. مطمئن نیستم کلمه مقبل تاریخ بتونه گویا باشه، ولی از زمانی بسیار دور قبل از اینکه انسان تکامل پیدا کنه. از تاریخ تمدن بشر بر روی زمین چی میدونی؟ علاقه کم، توجه، زمان کوتاه. پاسخ این سوال برای من خیلی مبهمه، ولی به هر حال او علاقه زیادی به این مسئله نداشت که زمانی رو به اون اختصاص داده و به اون توجهی بکنه. آیا میتونی دنیایی رو که در اون زندگی میکنی برای ما شرح بدی؟ محل تمدن، فرهنگ، تاریخ، سیاره بزرگ، رفاه، منابع همیشگی، دستورات، قدرت، دانش، عقل، دارای دو ستاره و سه ماه. وضعیت توسعه و تمدن شما چگونه است؟ باستانی، تریلیون ها سال، همیشه بالاتر از دیگران، پیشروی، طرح، برنامه، اهداف عادی، ایده ها و نظرها. من عدد تریلیون رو استفاده کردم چون مطمئن بودم رقمی بیش از چندین بیلیون بود، ولی مفهوم واحد زمانی که او میخواد از ذهن من متبصر بشه فراتر از تصور من بود. در مقابل واحدهای زمینی زمان میتونم بگویم بی نهایت ابد. آیا به خدا اعتقاد دارید؟ ما فکر میکنیم آن هست، باعث تداوم میشود، همیشه. من مطمئنم که موجود فرازمینی کلمه خدا رو متوجه نشد، حداقل نه به اون مفهومی که ما به کار میبریم. من در ذهن خودم دیدم که مردم متمدن اونها همگی بیدین هستن و خود را خیلی سطح بالا معرفی میکنن و تصور میکنن، به خود افتخار میکنن. مطمئن هستم منظور او از بلند قدترین یا بزرگترین اندازه نبود. مجدداً او افتخار میکرد به نژاد خود و این احساس به من منتقل میشد. این نتیجه اولین مصاحبه بود که پاسخها به اولین لیست سوالها تایپ شد و در اختیار افرادی که منتظر اون بودن قرار داده شد. این افراد حیرت زده شدند که من
توانایی گفتن همه چیز رو به موجود فرازمینی داشتم. به هر حال بعد از خوندن تمام جوابها اونها کمی ناامید شدن، چون من تونسته بودم جوابها رو واضح و روشن درک کنم. تعداد زیادی سوال جدید بر اساس جوابهای او تر کردن. افسر مربوطه به من گفت که منتظر دستورات بعدی باشم. من ساعتها در دفتر مجاور به انتظار نشستم. من اجازه نداشتم با موجود فرازمینی مصاحبه کنم، ولی اجازه داشتم بخورم، بیاشامم، استراحت کرده بخوابم و از امکانات نظافتی و دستشویی استفاده کنم. بعد از اینکه لیست جدید سوالها برای من نوشته شد تا از موجود فرازمینی سوال کنم، مطلع شدم که نمایندگان دیگری از دولت و فرماندهان ارتش وارد پایگاه شدند. اونها به من گفتند که چند نفر دیگه ممکنه همراه تو باشه. در اتاق مصاحبه سوال کردن در مورد جزئیات رو در هنگام مصاحبه تصریح کنن. من هیچ تصویر ذهنی یا پیامی رو احساس نکردم. فرازمینی فقط روی صندلی نشسته بود و هیچ حرکتی نمی‌کرد. بارها با افرادی که تخصص‌های مختلفی داشتن سعی کردن مصاحبه را انجام بدن، ولی هیچ موفقیتی نداشتن. طی روزهای بعد یک دانشمند روانشناس محقق از قسمت شرق برای مصاحبه با فرازمینی وارد پایگاه شد. اسم او گرترود بود. فامیلیش یادم نیست، چون او رو به نام فامیلیش صدا نمی زدن. همچنین به طور فوق‌العاده از هند کریشنامورتی برای ارتباط با موجود فرازمینی وارد پایگاه شد، که هیچ کدوم در برقراری ارتباط موفق نبودند. من قدرت تلپاتی ندارم، ولی حس کردم آقای کریشنامورتی مهربان، باهوش و یک جنتلمنه. در انتها این تصمیم گرفته شد که من به تنهایی با موجود فرازمینی در اتاق مصاحبه کنم تا شاید جواب سوالها رو بیابم. دستنویس رسمی مصاحبه فوق سری. دستنویس رسمی نیرو هوایی آمریکا، پایگاه رازول، گروهان بمب 509، مورخ 7/9/1947. چرا ارتباط را متوقف کردی؟ متوقف نشد. دیگران مخفیانه تحت پوشش، ترس شدید، استراب. فرازمینی نمیتونه با اونها ارتباط برقرار کنه، چون اونها شدیداً از او میترسن و به او اعتماد ندارن و سعی میکنن نیت خودشون رو مخفی کنن، در حالی که این فرازمینی از نیت اونها آگاهه و ذره‌ای ترس از اونها یا چیز دیگه‌ای نداره. من تصمیم گرفتم در کلماتی که برای شرح تصاویر ذهنی و احساس خود در زمان ارتباط با موجود فرازمینی رو انتخاب می کنم محتاط باشم. تون نویس و تایپیست های اتاق مجاور اونها رو ثبت می کنن. من از موجود فضایی نمی ترسم و به او علاقه دارم. خیلی کنجکاوم که از او چیزی یاد بگیرم. دیگه به مامورین و افسران اعتماد ندارم که بخوان روند مصاحبه رو کنترل کنن. نمیدونم چه اهدافی رو دنبال میکنن. به هر حال میبینم از اینکه این موجود فضایی و سفینه اونها در پایگاه هست، افسران بسیار عصبی و مشوش هستن. در حال حاضر بزرگترین نگرانی من اینه که چگونه میتونم افکار و ایده های فرازمینی رو شفافتر و واضحتر درک کنم. فکر می کنم من خوب پیام ها رو دریافت کردم، ولی توانایی فرستندگی تلپاتی رو ندارم. من شدیداً به دنبال راهی برای خارج شدن از این مشکل هستم تا مقام های موافق دولتی و ارتشی بتونن مستقیماً با این فرازمینی به طور واضح تبادل اطلاعات کنن. حس می کنم مترجم خوبی نبودم، ولی تا حالا تنها با من ارتباط برقرار کرده و من باید مشکلش رو حل کنم. همچنین من باید آگاه باشم که این حادثه خبری بزرگ در تاریخ کره زمینه و من باید افتخار کنم که جزئی از این هستم. البته مسلمه که به خاطر مسائل امنیتی ممکنه از انتشار این خبر تا مدتی خودداری کنن.
به هر حال من تا اونجایی که اطلاع دارم به عنوان اولین انسان روی زمین که با یک موجود فرازمینی زنده ارتباط برقرار کرده احساس مسئولیت میکنم. فکر میکنم میتونم درک کنم که کریستوف کولوم چه احساسی داشته وقتی یک قاره جدیدی رو کشف کرده، ولی من یک دنیای جدیدی رو کشف کردم. من منتظر رسیدن دستورالعمل جدید از طرف مسئول خودم هستم. با اسکورت افراد مسلح به همراه چند مرد با کت‌شلوار مشکی به اتاق خودم برده شدم و صبح بعد از صبحانه به همان اتاق مصاحبه در دفتر پایگاه برگشتم. سومی مصاحبه‌ای که من با EBE داشتم تماماً توسط یکی دو جین افراد دیگه مشاهده و ضبط شد که در اتاقی مجاور با آینه یک طرفه مشغول مراقبت بودند، بدون اینکه وارد اتاق مصاحبه شوند و برای مصاحبه وقفه ایجاد کنند. برای فرازمینی اتاق جدیدی ساخته بودند با مبلمان معمولی و او روی یک صندلی معمولی با روکش گلدار نشسته بود. به نظر می اومد که کسی رو فرستادن برای خرید مبلمان و او هم اولین فروشگاه یک دست مبلمان معمولی برای اینجا تهیه کرده، چون جسته بدنی فرازمینی همانند یک کودک 5 ساله بود. با نشستن اون روی اون صندلی مثل کوتوله ها شده بود. از اونجا که بدن او بیولوژیکی نبود، غذا، هوا و گرما نیاز نداشت و ظاهراً نمی‌خوابید. بالای چشم او ابرو نبود و پلک هم نداشت که بتونه چشمان خود رو ببنده. فکر نمی‌کنم کسی میتونست بفهمه که او خواب است یا بیدار. وقتی مستقیماً روبروی صندلی شما روی صندلی نشسته بود، اگه بدن یا دست خود رو حرکت نمی‌داد، نمی‌تونستید تشخیص دهید که زنده است یا مرده. در نهایت من متوجه شدم که این فرازمینی ها از روی کالبد خود شناسایی نمیشن، بلکه از روی شخصیت خودشون شناسایی میشن. نام او EBE بود. این نزدیکترین کلمه الفبایی انگلیسیه که شبیه به اسم او در مغز من متصور میشه. او ترجیح میده مؤنث باشه و به خاطر همین با من راحت تر ارتباط برقرار میکنه. مطمئن بودم که با افراد خشن که روحیه مبارزه‌ای دارن احساس راحتی نمیکرد. وقتی وارد اتاق او شدم خیلی خوشحال شد. احساس صمیمانه و گرم او رو دریافت کردم. او مشتاق دیدار من بود. باید بگم که تعجبم کردم که از طرف او احساس محبت میکنم، مخصوصا با مدت زمان کمی که از آشنایی ما میگذشت. خوشحال بودم که میتونم به مصاحبه ادامه بدم. برام خیلی واضح بود افرادی که سوالها رو نوشتن دنبال راهی هستن که مستقیما بدون نیاز به من بتونن با این فرازمینی ارتباط برقرار کنن. دستنویس رسمی مصاحبه فوق سری. دستنویس رسمی نیرو هوایی آمریکا، پایگاه رازول، گروهان بمب 509، مورخ 7/9/1947. آیا میتونی به یکی از زبانهای مرسوم در کره زمین بخوانید یا بنویسی؟ خیر. آیا از ارقام و محاسبه آگاهی داری؟ بله، من فرمانده، خلبان و مهندس هستم. آیا میتونین نوشتار یا تصویر و نوادی رو رسم کنین که ما بتونیم اون رو به زبون خود ترجمه کنیم؟ مطمئن نیستم. آیا هیچ راه یا نشانه‌ای هست که ما به وسیله اون با شما ارتباط برقرار کنیم و منظور شما رو بهتر بفهمیم؟ خیر. من مطمئن بودم این واقعیت نداره، ولی درک میکردم که EBE نمیخواد به وسیله کشیدن تصویر یا نوشتن سمبول ها ارتباط برقرار کنه، چون او تنها اجازه داشت اطلاعات شخصی از قبیل نام، اسم یگان، شماره سریال شناسایی خود رو اعلام بکنه. او موقعیت یک اسیر دربند دشمن رو داشت و مجاز به دادن اطلاعات نبود.
میتونی روی نقشه ستاره ها ستاره‌ای که مربوط به کره محل زندگی خودت رو نشون بدی؟ خیر. این امکان پذیر نبود چون ستاره های محل زندگی رو خیلی دور بودن و امکان داشت اصلا جز نقشه ستاره‌ای که ما داشتیم نباشن. و نکته دوم این بود که نقشه ستاره ها از دید کره زمین ترسیم شده بود، نه از دید کره او به آسمان، و در نتیجه خیلی متفاوت بود. چه مدت طول میکشه تا مردم شما به این محلی که هستیم بیان؟ نمیدانم. چقدر طول میکشه تا مردم شما برای نجات شما بیان؟ چند دقیقه یا چند ساعت؟ چگونه ما میتونیم به اونها بفهمونیم که قصد آزار و اذیت شما رو نداریم؟ قصد و نیت کاملا واضح هست. در ذهن شما میبینی تصاویر، احساسات. اگه شما بیولوژیکی نیستین چگونه شما خود را مؤنث معرفی کردی؟ من خلق کننده هستم، مادر، منبع. تکمیل این سوال و جواب ها فقط چند دقیقه از وقت منو گرفت. من فهمیدم اگه این فرازمینی نخواد همکاری کنه و به سوال هایی که اطلاعاتی از او برای ارتش، مأمورین اطلاعاتی و یا دانشمندان میخوان جواب نده، مشکل بزرگی پیش خواهد اومد. من مطمئن بودم که این بیگانه از اهداف کسانی که این سوال ها رو نوشتن آگاهی داره و میتونه قصد و نیت و ذهن و احساس اونها رو درک کنه، چون کالبد او بیولوژیکی نیست. اگه نخواد همکاری کنه، با شکنجه کردن کالبد او نمیتونن تصمیم او رو تغییر بدن. بعد از توضیح اون چه که من فکر میکردم دلیل پاسخ ندادن به مامورین اطلاعاتی توسط فرازمینی است، مسئولین اطلاعاتی خیلی ناراحت و آشفته شدن و بین مامورین اطلاعاتی، ارتش و دانشمندان بحث داغی گرفت که چند ساعت ادامه داشت. اونها مجدداً تصمیم گرفتن که من با فرازمینی مصاحبه کنم، ولی تأکید کردن که باید پاسخهای قانع کنندهی به اونها ارائه بدم. چه تضمین یا اطمینانی از طرف ما لازم دارید تا به شما این احساس امنیت رو بده که به سوالات ما جواب بدیم؟ فقط صحبت کردن، شنیدن. این خانم پرسش کند، نه دیگران. یادگیری، دانستن، درک کردن. وقتی من از اتاق مصاحبه برگشتم تا گزارش جواب موجود بیگانه رو بدم، مسئولین با شک و تردید با من روبرو شدن. اونها منظور موجود بیگانه رو نمی فهمیدن. نتونسته بودم منظور او رو درک کنم، ولی تمام سعی خودم رو کرده بودم. فکر میکردم ممکنه این مأموریت رو از من بگیر. خوشبختانه یک مرد باهوش متخصص زبان ژاپنی نیرو دریایی به نام جان نیوبل او راه حلی ارائه داد. جان گفت که یک نکته اینه که موجود بیگانه تنها میخواد با یک نفر ارتباط برقرار کنه، ولی نکته اصلی اینه که هر دو طرف ارتباط تلپاتی باید با یک زبان مشترک ارتباط برقرار کنن. کلمات و سمبول‌ها در انتقال مفهوم بسیار مهم است. ژاپنی‌ها 38 کلمه همصدا با معانی گوناگون دارن که با استفاده از علامات صدای زبان چینی اختلاف معنی اونها مشخص میشه. بدون زبان مشترک حتی سگ‌ها هم دستورات صاحبش رو متوجه نمیشن و یا دو کودک نمیتونن ارتباط برقرار کنن. تکلم روان به یک زبان عامل ارتباط بین مردم، گروه‌ها و یا ملت‌هاست. طبق پیشنهاد او ما تنها دو انتخاب داریم: یا من زبان موجود بیگانه رو یاد بگیرم و یا موجود بیگانه انگلیسی یاد بگیره. در حقیقت ما تنها یک انتخاب داریم و این که من EBE رو متقاعد کنم انگلیسی یاد بگیره و خودم با راهنمایی یک متخصص زبان به EBE انگلیسی باید یاد بدم. هیچ کس مخالفتی نداشت
و هیچ پیشنهاد دیگری هم نبود. پیشنهاد متخصص زبان این بود که من چند کتاب برای کودکان به همراه کتاب‌های پایه ابتدایی خواندن و گرامر رو با خودم به اتاق مصاحبه ببرم. نقشه ما این بود که من در کنار بیگانه بنشینم و با صدای بلند و شمرده و آرام شروع به خواندن کتاب کودکان کنم، در حالی که هر کلمه که خوانده میشه با انگشتان نشان دهم تا او بتواند انگشت من رو بر روی کلمات دنبال کنه. متخصص زبان معتقد بود اگه این بیگانه انقدر باهوش که تلپاتی کنه و در کهکشان خلبانی کنه، حتما میتونه به اندازه یک کودک 5 ساله و یا حتی سریع‌تر انگلیسی بیاموزه. من رفتم به اتاق مصاحبه و موضوع رو با ای‌بی‌ای در میون گذاشتم. او اعتراضی نکرد و کسی هم پیشنهاد بهتری نداشت. بنابراین شروع کردیم. من شروع کردم به خوندن درس‌های صفحات ابتدایی کتاب درسی کودکان پیشگام در سال‌های 1800 برای ایالت‌های آمریکا. به این میگن خوندن به روش مکگافی پیشگام ششم. از اونجا که من پرستار هستم نه یک معلم، یک کتاب راهنمای اضافی برای روش تدریس اون هم به من دادن. متخصص زبان گفت دلیل انتخاب این کتاب اینه که 1836 نسخه از این کتاب طی 75 سال در مدارس آمریکا تدریس شده و هیچ کتابی به راحتی آموزش این نیست. آموزش دوره ابتدایی مکافی با حروف الفبا برای حفظ کردن اون به صورت قدم به قدم با ساختن کلمه، روش تلفظ، اضافه کردن صدا، تمرین، سوال، جواب، زبان انگلیسی رو می سازه. من چند داستان برای او خوندم، مانند بیوه زن و تاجر. تمام داستان ها بسیار با ارزش بودن، توضیحات بسیار خوبی دادن. فضایلی مانند صداقت، خیریه، سرنوشت، کار سخت، شجاعت و تن‌پرستی، اعتقاد به خدا و احترام به والدین. شخصا من خوندن این کتاب رو به همه توصیه می کنم. من همچنین کشف کردم که واژگان مورد استفاده در کتاب در مقایسه با تعدادی نسبتاً محدود از کلمات که مردم معمولاً در عصر مدرن ما استفاده می‌کنند بسیار پیشرفته هستش. طی آموزش من در کنار ای بی ای نشستم و از سری کتاب‌های مکگافین داستان‌های جذاب با صدای بلند خواندم. البته اکثر اونها تاریخ گذشته و قدیمی هستن. ای بی ای نشون میداد که تمام کلمه ها و سیلاب ها و معانی رو جذب میکنه و میفهمه. این برنامه 3 روز و هر روز 14 ساعت بی وقفه ادامه یافت. البته به جز زمانی برای غذا خوردن و استراحت من. ای بی ای برای هیچ چیزی کارو تعطیل نکرد و وقفه ای نخواست. او نمیخوابید و صبح که من برمیگشتم مشغول دوره کردن درس‌های روز قبل بود و آماده ی درس جدید. این برنامه ادامه پیدا کرد تا زمانی که دیگه این مدل خوندن کتاب برای من بی‌معنی شد. در طول این مدت ای بی ای ارتباطی با من ایجاد نکرد، اما در انتهای دروس او میتونست خودش بخونه و یاد بگیره و من به او نشون میدادم که چطور میتونه در لغت‌نامه به دنبال یک کلمه جدید بگرده و معنی او رو پیدا کنه. او متوجه شد و بعد از اون ای بی ای مرتب از لغتنامه استفاده میکرد. از اون به بعد کار اصلی من شده بود تهیه کتابهای مرجع درخواستی ای بی ای. اون وقت آقای نیوبل لغتنامه بریتانیا رو آورد که ای بی ای بسیار از اون خوشش اومد، چون پر از عکس‌های مختلف بود. و بعد از اون ای بی ای تقاضای کتاب هایی که دارای عکس، نقاشی و یا طراحی بودن رو کرد، چون به این وسیله راحت تر معانی و مفاهیم رو درک می کرد. طی 6 روز به تعداد زیاد کتاب از سراسر کتابخانه های کشور تهیه و در اختیار او قرار داده شد. بهت و حیرت منو می تونید تصور کنید.
با اینکه تنها چند روز از شروع آموزش زبان او گذشته بود، صدها کتاب رو مطالعه کرد. او هر کتابی رو که من تصور می‌کردم می‌خوند، به انضمام کتاب‌هایی که من اصلاً دوست ندارم در موردشون چیزی بدونم، مثل فیزیک، متالوژی فلزاد، ستاره شناسی، ریاضیات، مهندسی، تعداد زیادی راهنمای تجهیزات تخصصی و و و. ای بی ای به زودی شروع کرد به خوندن کتاب‌های داستان، رمان، شعر، ادبیات کلاسی. ای بی ای همچنین از من درخواست کرد کتاب‌هایی با موضوعات مربوط به انسان‌ها، مخصوصاً کتب تاریخی، برای مطالعه او تهیه کنم. حدس می‌زنم حدود 50 کتاب تاریخ و باستان شناسی رو خون که مسلماً انجیل مقدس هم جز اونها بود. در طول خواندن نه نظری داد و نه سؤالی مطرح کرد. به هر حال من موندن در کنار ای بی ای رو برای روزی 12 الی 14 ساعت در هفته جاری ادامه دادم. بدون اینکه ارتباط زیادی بین ما برقرار بشه، فقط بعضی وقتها در مورد مفهوم چیزی در کتاب از من میپرسید و تعجب‌آور برای من بود که ای بی ای به من گفت کتاب‌های مورد علاقه او آلیس در سرزمین عجایب، دونکیشوت و داستان‌های هزار و یک شب هستش. او گفت نویسندگان این داستان‌ها نشون دادن که روح بزرگ و تصور قوی مهمتر از مهارت و قدرته. او شروع به پرسیدن سوال‌هایی کرد که من جواب اونها رو نمی‌دونستم و مجبور بودم با افرادی که در اتاق مجاور ناظر هستن مشورت کنم. اکثر این موارد به کارهای فنی و علمی مربوط بود. تعداد کمی از سوالات او درباره علوم انسانی بود. سوالات ظریف، پیچیده و عمیق او نشان از هوش سرشار او داشت. من شخصاً فکر می کنم الان او آگاهی زیادی نسبت به تاریخ و فرهنگ مردم کره زمین داره. به زودی خواهیم فهمید. حالا دانشمندان و مردمی که در اتاق مجاور از پشت شیشه یک طرف ما را نظاره می کردن، مانند یک نمایشگاه تابلو به ما چش دوخته بودند و سوالهای زیادی در ذهن داشتن. ولی ای بی ای همچنان به جز من حضور افراد دیگر را در مصاحبه قبول نمی کرد، حتی مترجم یا تون‌نویس. در بعد از ظهر 16 روز من در کنار ای بی ای نشسته بودم و او صفحه آخرین کتاب را می خوند و بس و به من داد. من اون رو در قفسه گذاشتم و کتاب قطور دیگری برداشتم تا به دست او بدم، ولی او کتاب رو باز نکرد و به ذهن من پیام داد که حالا آماده ی گفتگو هستم. حس دادم حالا نوبت منه که یاد بگیرم. دستنویس رسمی مصاحبه فوق سری. دستنویس رسمی نیرو هوایی آمریکا، پایگاه رازول، گروهان بمب 509. چه چیزی میخواهی به ما بگویی ای بی ای؟ من چندین هزار سال است که عضوی از نیروی اعزامی دنیای مرکزی در این بخش از فضا هستم. با این حال من شخصاً از 5965 سال قبل از میلاد مسیح تا کنون ارتباط مستقیمی با موجودات زنده روی زمین نداشتم. ارتباط برقرار کردن با ساکنان سیارات جزء وظیفه من در نیروی دنیای مرکزی نیست. من به عنوان یک افسر خلبان و همچنین مهندس وظایف زیادی برای انجام دادن دارم. با اینکه من به 347 زبان دیگر در دنیای مرکزی تسلط کامل دارم، تا الان با زبان انگلیسی برخورد نکرده بودم. آخرین زبان زمینی که با آن آشنا بودم زبان سانسکریت و سروده های ودیک بود.
در آن زمان من یکی از اعضای گروه تحقیق و بررسی برای گمشدگان پایگاه دنیای مرکزی در کوههای هیمالیا بودم. یک گردان کامل از افسران، خلبانان، مسئولین مخابرات و پرسنل اداری مفقود و پایگاه نیز تخریب شده بود. میلیون ها سال پیش من به عنوان یک افسر بررسی و ارزیابی داده ها برای برنامه توسعه آموزش دیده بودم، چون من در این رشته تجربه داشتم. به عنوان عضوی از گروه تحقیق به کره زمین فرستاده شدم. یکی از وظایف من در آن زمان مربوط به بازجویی از مردم ساکنین مناطق مجاور پایگاه تخریب شده بود. تعداد زیادی از مردم آن ناحیه رویت ویمانا یا سفینه های فضایی را گزارش داده و ثبت کردند. بعد از بررسی مدارک و شهادت افراد و عدم وجود نشانه ای از حادثه ای اتفاقی، من گروه خود را مأمور پیدا کردن نیروهای امپراتوری قدیمی و محل اختفای سفینه های آنها و تأسیساتی که در منظومه خوشیزی داشتند کردم که ما از آن بی اطلاع مانده بودیم. به هر حال کتاب ها و مطالبی را که به من دادید توسط من اسکن شد و به سفینه فضایی ما که در حال حاضر در این قلمرو مستقر است فرستاده شد و توسط افسر ارتباطات با کمک کامپیوتر ما پردازش شد. این مطالب به زبان من ترجمه و برای من به صورت متن قابل درک و فهم برگشت داده شد. من همچنین اطلاعات تکمیلی دیگری در مورد زبان انگلیسی و تمدن ساکنین زمین که در کامپیوتر ما موجود بود را دریافت کردم. حالا من آمادگی دارم اطلاعات دقیقی را به شما بدهم که حس می کنم برای شما خیلی مهم و با ارزش باشد. من حقیقت را به شما می گویم، حقیقتی که باعث درک حقایق دیگر هم می شود. امیدوارم که حقیقت را صادقانه و در حد امکان به صورت دقیق با شما به اشتراک بگذارم. حقایقی در حوزه خودم و مربوط به نژادم، در حدی که مغایرتی با مسئولیت‌های من برای حفظ اطلاعات سازمانی دنیای مرکزی نداشته باشد. باشه، درک میکنم. حالا ممکنه به سوال افرادی که در اتاق مجاور هستن جواب بدین؟ نه، نمیخوام به پرسش ها پاسخ بدم، بلکه میخواهم اطلاعاتی را به تو بدهم که فکر میکنم برای رفاه و سعادت ارواح جاودان که شامل انسان ها هم میشود مفید است. این موجب زنده ماندن تمام موجودات کره زمین و سالم ماندن محیط زیست شما خواهد شد، چنانکه به عنوان بخشی از مأموریت من برای اطمینان از حفظ کره زمین است. تمام موجوداتی که دارای احساسات هستند روح جاودان دارند. این شامل انسان ها هم می شود. برای بیان راحت تر و ساده تر از آن با یک اصطلاح نام میبرم: مجسم. طبیعت ارواح جاودان این است که از ابتدا فارغ از محدودیت زمانی هستی داشته باشند و تنها دلیلی که الان حضور دارند این است که تصمیم گرفتند باشند و تجسم پیدا کردند. مهم نیست که موقعیت اجتماعی آنها چگونه است. هر مجسم سزاوار احترام و رسیدگی است، همانطور که ما از دیگران توقع داریم با ما رفتار کنند. هر فرد انسانی در روی زمین در ادامه مجسم خواهد بود، چه از این حقیقت آگاه باشد
و چه آگاه نباشد. من هرگز این گفتگو رو فراموش نمی کنم. تنین صدای او حاکی از حقیقت و احساس بود. به هر حال برای اولین بار شخصیت خونگرم و واقعی ای‌بی رو احساس کردم. اشاره او به جاودان بودن روح انسان مثل نور یک فلاش دوربین عکاسی که در یک اتاق تاریک زده میشه و یک بار همه جا رو روشن میکنه روی من اثر گذاشت. هیچ وقت فکر نمیکردم که ذات روح انسان جاودانه باشه. من فکر میکردم فقط ارواح پدر و پسر و روح القدس جاودانه هستن. چون من یک کاتولیک مؤمن هستم و هرگز فکر نمیکردم به جز عیسی مسیح و پدر مقدس کسی بتونه روح جاویدان داشته باشه، حالا چه برسه به یک زن، حتی اگه مریم مقدس باشه. با اینها وقتی ای بی ای فکر و برای من آشکار شد که او روح جاودان مجسم هست، همه ما هستیم. ای بی ای حس کرد که من در مورد این قضیه گیج شدم. او گفت به من نشون میده که من چگونه روح جاودان مجسم هستم. همکنون بالای بدنت باش. من در همون لحظه تشخیص دادم خارج از بدنم هستم و از بالای سقف دارم به پایین که بدنم هست از بالای سر نگاه میکنم. من همینطور میتونستم اطراف اتاق و ای بی ای که در کنار بدن من نشسته بود ببینم. برای یک لحظه خیلی ساده ولی غیر منتظره فهمیدم که من کالبد جسمی نیستم. در اون لحظه یک حجاب سیاه برداشته شد و برای اولین بار در طول زندگی متوجه شدم که من این جسم نیستم، بلکه من یک روح هستم. این غیر قابل توصیف بود ولی نوعی احساس شادی و نجات بودن رو پیدا کردم. تا اون لحظه حس نکرده بودم در مورد جاودانه بودن، نمیتونستم معنی اون رو درک کنم چون من هیچ وقت خودم رو روح جاودان تصور نکرده بودم، مخصوصا جاودان بودن. بعد از لحظه دقیقا یادم نمیاد چقدر گذشت، ای بی ای پرسید حالا بهتر درک کردی؟ و ناگهان به کالبد بشری خودم برگشتم و با صدای بلند گفتم بله، حالا میدونم چی میگی. اونقدر حیرت زده شده بودم که از روی صندلیم بلند شدم و چند دقیقه دور اتاق قدم میزدم. من عذرخواهی کردم و گفتم که باید برم آب بدوشم و دستشویی رفتم و خودم رو در آینه نگاه کردم. از توالت استفاده کردم و آرایشم رو تجدید کردم. لباس یونیفرم خودم رو مرتب کردم و بعد از 10 الی 15 دقیقه که حس کردم آرومتر شدم و حالت طبیعی پیدا کردم به اتاق مصاحبه برگشتم. بعد از اون دیگه من حس نمی کردم برای ای بی یک مترجم هستم. حس می کردم یک روح نوپا هستم. در کنار ای بی حس ایمنی بودن در کنار یک عضو فامیل رو دارم. نزدیکترین کسی که در زندگیم داشتم. ای بی ای احساس گیجی منو در مورد جاودانه بودن حس کرد و اولین درس زندگی رو به هم یاد داد. ادامه شرح رسمی مصاحبه. ای بی ای دلیل اومدن به منطقه اسهاتران 59 بمب افکن‌ها رو به من گفت. او توسط افسران عالی مأموریت داشت انفجارهای اتمی در نیومکزیکو رو بررسی کنه. افسر عالی رتبه او خواسته بود میزان تشعشعات موجود در محیط سنجیده شده و قدرت تخریب محیط زیست اون برآورد شود. در حین مأموریت نورهایی در آسمان دیده شد که به سفینه ضربه زد و باعث شد کنترل سفینه از دست او خارج شده و سقوط کنه. سفینه فضایی توسط یک روح جاویدان که از بدن مصنوعی استفاده میکنه هدایت میشه. این مانند یک ابزار مکانیکی برای عملیات در جهان فیزیکیه. او همانند دیگر افسران و افسران عالی از این نوع بدن مصنوعی در موقع انجام مأموریت در فضا استفاده می کنن. زمانی که اونها وظیفه برای انجام دادن ندارن، بدن مصنوعی رو ترک می کنن و به فکر کردن، ارتباط، مسافرت و کارهای دیگه می پردازن بدون استفاده از بدن. این بدن مصنوعی از مواد صنعتی به همراه یک سیستم بسیار حساس مدارهای قابل انعطاف الکترونیکی تشکیل شده که برای هر یک از ارواح جاویدان هماهنگ با تنین و طول فرکانس ساطع شده از روح جاویدان ساخته میشه. هر روح جاویدان توانایی ایجاد موج فرکانس منحصر به فرد خود رو داره که از روی اون شناسایی میشه. خیلی شبیه به طول موج کانال رادیوه. این کار از بخشی از سیستم شناسایی هست مانند اثر انگشت بدن مصنوعی مانند گیرنده رادیو برای روح جاوید عمل می کنه.
هرگز فرکانس های دو بدن مصنوعی یکسان نیستن. موج فرکانس بدن خلبان هم با سیستم الکترونیکی که در ساخت فضاپیما به کار رفته به صورت بی سیم ارتباط برقرار میکنه. بدنه سفینه فضاپیما هم دقیقا با همون تکنولوژی ساخت بدن مصنوعی ساخته شده و روی فرکانس یک عضو گروه ارواح جاودان تنظیم شده. بدین وسیله سفینه با اراده روح جاودان کنترل میشه. این ساده ترین نوع مستقیم کنترله و احتیاجی به کلیدها و نمایشگرهای مختلف روی داشبورد رو نداره، بلکه کنترلر سفینه بر روی روح جاودان مثل کنترلر اعضای بدن خودش رو داره. زمانی که نورهای قوی با بدنه سفینه فضایی برخورد کرد، رعد و برق مدارهای الکترونیکی اتصال کوتاه شدن و در نتیجه ارتباط سفینه با فرمانهای مغز قطع و منجر به سقوط سفینه شدن. ایبی یک افسر خلبان و مهندس نیروی اعزامی برای عملیات دورفضایی متعلق به تمدنیه که خود را مرکزی می نامند. این تمدن کنترل کرات و ستاره ها و سیارک ها و کهکشان هایی به وسعت یک چهارم کل جهان را به عهده داره. برنامه جاری این تمدن حفاظت، کنترل و توسعه منابع و قلمرو خود را هستش. ایبی اشاره کرد که فعالیت های او بسیار شبیه به استعمارگران اروپایی در گذشته هست که برای گسترش قلمرو پاپ پدر مقدس کاتولیک های جهان و پادشاه اسپانیا، پرتغال، هلند، انگلستان و فرانسه با ارتشیان و کشیشان به اقصی نقاط جهان رفته و می گفتند ما این کشورها را کشف کردیم. آنگاه از ذخایر طلا، منابع طبیعی و انسانی اونها بهره می بردن و فکر می کردن دارن اونها را متمدن می کنن و هرگز از اونها نمی پرسیدن آیا می خواهن مستعمره کشورهای اروپایی باشن یا خیر. ای فکر میکنه چنین اعمالی جنایت بوده و تعجب آور نیست که اسپانیا خیلی سریع مستعمرات خود را از دست داد. تنها چند سال بعد پادشاه اسپانیا مرد و مستعمرات او نصیب کشورهای دیگه شد. در مورد الحاق زمین به قلمرو دنیای مرکزی، قانونگذاران دنیای مرکزی قصد خود را آشکار نکردند تا زمانی که خود ساکنان کره زمین تصمیم بگیرند و علاقه یا عدم علاقه به اون را اعلام بکنند. تا زمانی که ساکنین زمین علاقه خود را اظهار نکنند، سیاست دنیای مرکزی اینه که انسانها را از نیروی اعزامی خود آگاه نکنند. در واقع تاکنون به شدت پنهان نگه داشته شده و به دلایلی که بعداً آشکار خواهد شد. کمربند سیارک‌ها در نزدیکی زمین بسیار کوچک است، ولی محل بسیار مهمی برای دنیای مرکزی است. در واقع بعضی از مکان‌ها در منظومه خورشیدی به خاطر جاذبه کمی که دارند محل مناسبی برای ایستگاه‌های فضایی هستند. ما مکان‌هایی با جاذبه کم را ترجیح می‌دهیم، مانند اقمار کرات، نیمه دیگر ماه که از زمین قابل رؤیت نیست، کمربند سیارک‌ها که بقایای سیاره ای است که بیلیون‌ها سال پیش نابود شده است، و در درجه بعدی مریخ و زهره، گنبدهای گچی یا سازه‌های ساده‌ای برای نیروی اعزامی دنیای مرکزی هستند. هر ناحیه از فضا که به مستعمرات دنیای مرکزی ملحق می‌شود و تحت کنترل قرار می‌گیرد، به عنوان ملک دنیای مرکزی شناخته می‌شود. ایستگاه فضایی نزدیک به زمین از این لحاظ مهم است که در مسیر گسترش قلمرو دنیای مرکزی به طرف مرکز کهکشان راه شیری و فراتر از اون قرار گرفته. البته هر کسی در دنیای مرکزی از این آگاه است به جز ساکنان کره زمین که از این مسئله بی خبرند. ای همچنین در ادامه گفت ما در دنیای مرکزی این گونه عمل نمی کنیم. رهبران ما خود را به زور تحمیل نمی کنند و در مقابل اقدامات دنیای مرکزی مسئولیت کامل دارند. آنها نه از خدایی می ترسند و نه عمل بدی انجام داده اند که پشیمان شوند. درسی از تاریخ باستان، جاداشهای پرستار ماتیلدا. فوق سری، دستنویس رسمی نیرو هوایی آمریکا. پایگاه رازول، گروهان بمب 509. آموزش من توسط ای در امتداد شب تا صبح ادامه یافت. باید بگویم از درسی که ای به من داد در این مجذوب شدن مردد شوکه، نگران و ناامید هم شده بودم. چیزهایی که او به من گفته بود رو هرگز در عجیبترین رویاها و کابوسهای خودم نمیتونستم تصور کنم.
بعد از ظهر روز بعد پس از اون که من خوابیده بودم، دوش گرفتم و غذای خودم رو خوردم، با افراد اتاق مجاور در مورد مصاحبه شب گذشته که به نام من ضبط میشد صحبت کردم. در اون اتاق به طور معمول یک تننویس با ماشین تننویسی بود که هر بار بعد از مصاحبه من به او توضیحاتی رو که میخواست میدادم و همچنین 6 یا 7 مرد که میخواستن اظهاراتم رو روشن‌تر بیان کنم و مانند همیشه به من فشار میآوردم که از نفوذ خودم روی ای بی استفاده کرده و او رو راضی کنم به سوالات گروه پاسخ روشنی بده. من سعی میکردم اونها اطمینان پیدا کنن که تمام سعی و تلاش خود رو به کار میبرن. موضوع مصاحبه یا درس بعدی من با ای بی ای قسمتی از تاریخ زمین و منظومه خورشیدی و فضای اطراف اون هستش، به خاطر تصور و تجسم بهتر من از دنیای مرکزی. فوق سری، دستنویس رسمی نیرو هوایی آمریکا، پایگاه رازبل، گروهان بمب 509. امروز میخواهم به تو بگویم قبل از اینکه تو موضوع تاریخ را درک کنی، نخست میبایست موضوع زمان را درک کنی. بله، زمان. زمان به سادگی یک اندازه‌گیری اختیاری حرکت اشیاء در فضاست. فضا خطی نیست. فضا نقطه دید یک روح جاویدان است. زمانی که یک موضوع را روح جاویدان روایت می کند، فاصله بین روح جاوید و موضوع دیده شده را فضا می گویند. اشیا یا توده های انرژی در فضا لزوماً حرکت خطی ندارند. در این توده های انرژی در فضا لزوماً حرکت خطی وجود ندارد. در این جهان اشیا تمایل دارند یا به صورت تصادفی حرکت کنند یا منحنی و یا طبق الگوی چرخان و یا مسیری طبق قانون شناخته شده حرکت. تاریخ تنها ضبط مستقیم اتفاقات نیست، چنانکه بسیاری از نویسندگان کتب تاریخی کره زمین شما نیز اشاره کردند، زیرا این یک رشته نیست که بتوان آن را کشید و با یک ابزار اندازه‌گیری اندازش را مشخص کرد. تاریخ یک دیدگاه ذهنی از حرکت اشیاء از طریق فضاست که به جای کسانی که در گذشته یا به قطع رسیده اند از نظر بازماندگان آنها ثبت گردیده است. اتفاقها و رویدادها در تعامل و همزمان اتفاق می افتند، درست همانطور که بدن بیولوژیکی شما یک قلب دارد که خون را پمپ می کند، در حالی که ریه ها اکسیژن را به سلول ها می رسانند و کبد شما سموم خون را توسط مثانه و روده ها از طریق مدفوع دفع می کند. تمامی این تعاملات متقارن و همزمان اتفاق می افتند. اگرچه زمان توانی دارد، حوادث به صورت مستقل اتفاق نمی افتند. جریانی خطی. برای مشاهده و درک تاریخ یا واقعیت گذشته باید به همه حوادث به عنوان بخشی از یک تعامل کلی نگاه کرد. زمان را همچنین میتوان مانند یک لرزش که در تمام دنیا یک نواخت است حس کرد. ارواح جاودان قبل از به وجود آمدن دنیا نیز وجود داشتند. دلیل این که آنها را جاودانه می نامند این است که یک روح متولد نمی شود و همچنین هرگز نمی تواند بمیرد، ولی به صورت یک شخصیت می تواند تجسم یافته تا قابل درک کردن شود.
تمامی ارواح یکسان نیستند. هر کدام کاملا هویت، قدرت، آگاهی و توانایی منحصر به فرد خود را دارند. بی‌بی توضیح داد که ارواح جاودان قبل از به وجود آمدن دنیا وجود داشتند. دلیل اینکه اونها جاودانه نامیده میشن اینه که یک روح متولد نمیشود و نمیتواند بمیرد، ولی به صورت یک شخصیت تجسم یافته است تا قابل درک کردن شود. او دقت میکرد توضیح بدهد که تمام روح‌ها یکسان نیستند. هر کدام کاملا هویت، قدرت، آگاهی و توانایی منحصر به فرد خود را دارا هستند. او میگوید که جمعی از ستاره ها در مجاورت این قسمت جهان از 200 تریلیون سال پیش مشتعل شده اند. سن فیزیکی جهان تقریبا بی نهایت قدمت دارد، ولی محتمل است که کوادریلیون سال از آغاز آن میگذرد. اندازه‌گیری عامل زمان بسیار دشوار است و بستگی به حافظه ارواح جاودان دارد و هیچ سابقه رسمی از وقایع قبل از به وجود آمدن جهان فیزیکی وجود ندارد. We'll be right back.